حالا شما از این جمع و مردم سراغان اینه یک بار دیگه به این دولت مردان اعتماد نه. شما از این دولت مگه تا حالا دروغی یا بدقولی دیدین آخه؟ نه. گفته بود ما با 1 میلیون تومان اشتغال زایی میکنیم و نکرد؟ کرد. گفته بود 5 میلیون دوز واکسن تولید میکنیم و نکرد؟ کرد. گفته بود سالی 1 میلیون خونه میسازیم و نساخت؟ ساخت. گفته بود نمیرینیم تو اینترنت و قیمت اینترنت رو رید؟ اینا خیلی قابل اعتماد و راستگوان. ما میومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد. چه اسم درستی هم گذاشتن روش، عملیات روانی. یعنی عملیاتی که یه مش آدم روانی اجراش میکنن. من فقط از جوانای عزیز خواهش میکنم از این پس حواسشون جمع باشه. اگه دیدید کیم کارداشیان بهتون تو اینستاگرام دایرکت داده میگه واسم 2 گیگ اینترنت بخر، گول نخورین ها. همین مومن نسب تمرگیره پشت اکانت، 2 روز بعدم میگه واسم اینترنت خریدی ازت حاملم. الان یه نفر اومده به نام من مومن نسب تو همین اینستاگرام یه صفحه درست کرده داره چت میکنه. مردک تو رو خانوادت هم باید حاضر نیستن چت بکنن، فکر و فامیلات پشت افه میبیننت سیفون میزنن، بعد به اسمت صفحه میسازن با مردم چت میکنن. کی با تو رو در رو چت میکنه که تو اینستاگرام بخواد باها چت بکنه؟ آخه اسکول اسمش هم بلد نیست، بعد افتاده دنبال فیلتر کردنش. نرم افزارهای داخلی هم به مرور زمان برن به سمت اینکه بین المللی بشن. مگه بچهای ما جوانای ما چیشون از مارک زاکربرگ، از استیو جابز و امثال اینها کمتر و ضعیف‌تره؟ زاکربرگ و استیو جابز که جوان نیستن، همسن خود نرخرتن. تو خودت که الان مثلا الگوی آی تی بنای مملکتی چه گویی شدی در مقابل زاکربرگ و استیو جابز، جز اینکه کار دینه که تو توییتر اکانت فیک بسازی فوش بدی به ملت؟ خیلی از آی تی منهای درجه یک دنیا که تو هم شرکت‌های مایکروسافت و گوگل و متا و امثال اینها دارن فعالیت میکنن ایرانی هستن. البته این آی تی من هایی که ایشون میگه فقط ایرانی ان، یعنی صرفا تو ایران از شکم مامانشون بیرون اومدن و در اولین فرصت زدن بیرون. اگه میموندن که الان یا باید میافتادن گوشه اوین یا در بهترین حالت استخدام پلیس فتا میشدن واسه فرستادن پیامک اخطار به مردم. به هر حال مملکتی که توش امثال ایشون کارشناس سایبری باشن واسه حیوانات هم جای مناسبی نیست، چه برسه به آدما.